با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این روز سه‌شنبه. سه‌شنبه خوب و سه‌شنبه دوست داشتنی. سه‌شنبه ای که برنامه رو آغاز میکنیم با آقای دکتر عطا انصاری، انسانی دوست داشتنی، انسانی که به راستی دل در گروه انسانیت دارد و براش این مسئله و اخلاق صدر مسائل است. و بعد هم طنز پیر خراسانی رو میشنویم و یواش یواش برنامه رو دنبال میکنیم و میرسیم به خدمت آقای حشمت رئیسی نازنی. امروز هم 28 نوامبر است، برابر است با 7 آذر 1396. اجازه بدید در همین مقدمه یه سلامی بکنیم با آقای رئیسی، خوش آمد بگیم و عرض ادب و احترام داشته باشیم. آقای رئیسی به شما درود میفرستم. صمیمانه سپاسگزارم از حضورت در برنامه. درود بر شما آقای بهبهانی، امیدوارم که در کارهاتون موفق باشید و درود ویژه به بیگان و شیر و یادمون رفت وقت کنیم. امیدوارم که موفق باشید. ممنونم. خب عرضم به حضور شما که موضوعی که دوستی برای من یه مطلبی رو نوشته بود و فهم کنم مطلب خوبی هم بود، او برای من توضیح داده بود که آقا این داستانهایی که شما ضمن محبت و قدردانی که کرده بود و در حقیقت مهری که ابراز کرده بود، گفته بود که تو اوضاع رو خوب نگاه میکنی و دقیق میبینی و اینکه میگی یه جنازه متعفن است، فقط از جمهوری اسلامی این جنازه متعفنش باقی مونده، انقدر این جنازه سرپا وایساده که تعفنش همه جا رو دیگه فرا گرفته. این ماجرای احمدی نژاد، میشی گفته این یه لاته، اون یکی گفته نمیدونم میگیریم اعدامش میکنیم، اون یکی گفته حکم ندادم حبس خانگیش آقای خامنه‌ای صادر کرده. همه این حرفایی رو که میزنن که من به هیچ کدوم اینا باور جدی ندارم تا اینکه ببینیم در عمل چه اتفاقی میفته. مگه برای موسوی و کروبی هنوز میگن که کی حکم داده، کی مسئول حبس اینهاست؟ راجب اینا مگه حرف زدن که راجب این یکی حرف بزنن؟ بنابراین ولی این نکته ای رو که این دوست ما بهش اشاره کرده بود، من دارم میخواد امروز با آقای رئیسی راجع به شرف بزنی، اشاره کرده بود، گفته بود که آقا شما حرفایی که میزنید درسته ولی یادت باشه این رفت آمدار هم در نظر بگی، این آمده رفتایی نمیدونم فرانسوی ها، انگلیسی ها و حتی عمانی ها به عنوان رابط آمریکا دیدیم، ما دیدیم که در ماجرای هسته‌ای عمان در حقیقت نقشه بلنگو رو بازی میکرد برای دو طرف، این از این طرف توش حرف میزد، اون یکی اون طرف توش پاسخ میداد. و این دعوایی که در حقیقت در سطح بین الملل وجود داره، یعنی خب ما شاهدیم که عربستان به شدت در حال قلع و قمع کردن اخوانی هاست و مصر که خود اخوان از اونجا سر برکشیده، میبینیم که این آقای السیسی، همین انفجاری هم که در این مسجد صورت گرفت، خب مشخصه که یه عمل تروریستیه و احتمال اینکه اخوانی ها در این داستان نقش داشته باشن هم کم نیست. میبینیم که اونجا السیسی داره مقاومت میکنه و علیه اخوانی ها حرکت میکنه. توی جامعه ما هم من دوباره این رو تکرار میکنم، یه فیلمی هم هست که آقای حسن اعتمادی تو فیسبوکش گذاشته، درگیری تو خیابونیه، عده‌ای مردم ریختن با چماق همدیگر رو دارن لتو پار میکنن و پلیس هم نقشی نداره، در حقیقت کاری نمیکنه. این همونیست که باور منه جامعه و این همون تحلیلیه که آقای حاجی جوادی تو سخنرانی که کرد برای ما این تحلیل رو عنوان کرد که مردم در این از نظر تاریخی ما به یه نقطه تصمیم گیری رسیدیم، یا مردم حرکت میکنن
یک سازمانی رو تشکیل میدن، یک سازمانی که پیوند ارگانیک داشته باشه با خارج و داخل، این دوتا به هم پیوند ارگانیک بکنن، یکی بشن تا بتونن از این شر نجات پیدا بکنن، یا اینکه ایران مزمل میشه و از بین میره. و این دعواها و نزاهایی که وجود داره، اینکه مردم همدیگر رو خواهند خورد اون زمانی که پلیس نیروش رو از دست بده، طبیعتا مردم همدیگر رو خواهند خورد. این اتفاق تو آمریکا میفته، تو همه جای دنیا میفته. بنابراین ما در یه چنین شرایطی قرار داریم. پرسش اون از آقای رئیسی این خواهد بودش که او این مسائل رو چجوری میبینه، یعنی اینکه نقش انگلیس و نقش این خانواده لاریجانی که یه خانواده 100% انگلیسی هستن، خمینی بابای اینا رو در نجف میشناخت، راه به اینا نمیداد. میبینی که بعد مرگ خمینی است که اخوانی ها با سرعت برق و باد میان تو و همه ارکان رو میگیرن. در دوره خمینی اخوانی ها حرکت کردن، اخوانی ها انقلاب را انداختن، اخوانی ها انقلاب به پیروزی رسوندن. و اجازه بده بریم پیش آقای رئیسی، چون من میتونم این حرفا رو توی برنامه دیگه هم بزنم، ولی فکر کردم اینجا در این مقدمه ای که آقای رئیسی میاد و مخاطبین زیادی هم داره، خوبه که اینا رو اینجا هم تکرار بکنم. بنابراین بریم پیش آقای رئیسی و ازش بپرسیم که ماجرا چیست و او صحنه رو چگونه میبینه. آقای رئیسی خوشحال میشم نظرتو در این مورد بشنوم. بفهمید، خواهش میکنم. سلام و درود مجدد به عزیزان. طبیعتاً حوادث تندی داره اتفاق میفته و در صورت صدور اجرای حکمی به نام آقای خامنه‌ای در شبکه‌های مجازی مطرح شده که در اونجا تأکید شده که علارغم تأکیدات خاصی، چه شفاهی، چه کتبی، چه خصوصی، چه عمومی، به این شخص منظور احمدی نژاد و حلقه فشرده نزدیک به ایشون مطرح است که شامل مشایی و بقایی است مطرح شده، اینها به اینها به اصطلاح با الفاظ تندی و خیلی رادیکال به نهادهای جمهوری اسلامی حمله کردن، حمله بر شدن، لذا مناسبت است، به نفع ایشون است و به نفع نظام هست که ایشون رو در حصر خانگی قرار بده. معمولا خامنه ای دست به چنین اقدامات مستقیمی نمیزنه، یعنی اگر دقت بکنید مسئولیت حصر موسوی و کروبی رو هم به عهده شورای امنیت گذاشت، شورای امنیت ملی نامش هست، و تصمیم گیری در اونجا صورت گرفت که البته اعمال نظر خود نظرات آقای خامنه ای محور اصلی تصمیم گیری شورای امنیت خواهد بود، شورای امنیت ملی خواهد بود، ولی خودش مستقیم دست به چنین چیزی نمیزنه. و به همین دلیلم چون هیچ خبرگزاری رسمی هم تا کنون این بیانیه که البته بیانیه خیلی مهمی هم باید باشه، حتی صدا و سیما هم نشنیدم پخش کرده باشه، به همین دلیل من این رو به حسابی میگذارم که هنوز یه فرضیه است یا تصمیم جدی نگرفتم. اما بازداشت مدیر سایت دولت بهار به اطلاعیه دفتر احمدی‌نژاد علیه داستان واقعیت داره و به موجب اطلاعیه‌ای که داده شده، با وجود اعتراضات به اصطلاح فراوانی که قانونی و حقوقی به رفتار مقامات قضایی
نسبت به برخی پرونده سازی ها صورت گرفته علیه افراد مشخص، میبینیم که هر روز شاهد بروز و ظهور نوع تازه از این رفتارها و تکرار آمدانه تصمیمات خلاف قانون در دستگاه قضایی کشور است که به نظر میرسه این دستگاه قضایی کشور، زندانها و کلن این سیستم به حتی عقب مانده تر از دوران قاجار است. یعنی آدم یاد مثل شیوه های بازجویی های دوران قاجار میفته، اواخر قاجار به خصوص که مکتوب هست، طرف بابا رو درشکچی رو بقال و چقال و اینا رو میگرفتن برای این افراد رو که هم مجرم هستن و از نظر ضابطین اونا رو میبردن و قیاس فراوان در سطح شهر هر روز کارشون این بود که یک نوع پول معین برای شغلهای معین تعیین کرده بودن، پرونده سازی کاذب، همونجا بهشون میگفتن که آقا 2 تومن تو جریمت، 5 تومن تو اون، و یک ناندانی شده بود، یک اخاذی آشکار و یا میدان اعدامی که به اصطلاح وجود داشت، مجرمین رو می بردن اونجا، یک فردی به نام میرخزق می آمد و به اصطلاح دیواری هم درست کرده بودن که بعضی وقتا دیوار رو تخریب می کردن تو سر به اصطلاح مجرم که باید به قتل برسه، به شیوه های بربر بنشانه و اینها رو به کار می بردن. در قوه قضایی زندان ها احکام صادره و اجرای احکام همه به واقع بربر بنشانه است، به واقع، و یکی از پلیدترین ارگان های جمهوری اسلامی قطعا همین قوه قضایی است که هر نفرم که اومده یکی بعد از دیگری بدتر هم بوده، که این آخریش دیگه نه تنها مأموریت های خاندانی خودش رو به یعنی قوه قضایی رو تبدیل کرده به ابزار منافع خاندان خوده، خاندان لاریجانی ها، که به قول گفته شما درست هم میگی، از آقای خمینی نقل است که پدر ایشان رو در نجف عامل انگلیسی ها میدانست و به همین دلیل پرهیز میکرد از رشد این خانواده در دستگاه کشور. اینا الان به اصطلاح این مسئله رو تبدیل کردن به قوه قضاییه رو به ابزاری برای حفظ منافع خاندانی خودشون. یعنی هر معترض، هر وبلاگ نویسی که به بی‌عدالتی در قوه قضاییه اعتراضی بکنه در هر سطح و مقامی که باشه، از شهروند عادی بیپناه رو میگیرم که مثل ستار بهشتی به شکل فجیع در کوتاه مدت اون رو زیر شکنجه میکشن در زندان هاشون، و یا افراد دیگه رو وکیل هستن، یعنی طبق قوانین خودشون وکیل حق دفاع از متهم رو داره و به خاطر همین هم تبدیل به شغل رسمی است. هر وکیلی مثلا از متهمی که اونها میخوان حتما و حتما اون رو مجرم تلقی کنن و اون رو به زندان بندازن و آزار و اذیت بکنن دفاع بکنه، مثلا خود وکیل متهم میشه، مجرم میشه، به زندان میفته، 5 سال زندان میدن، شکنجه میکنن و از این طریق مسئله به اصطلاح قضاوت رو به ابتذال هرچه تمامتر کشیده. به اصطلاح همین آقای که الان به اصطلاح چی میگن مسئول سایت دولت بهار بوده، خب چه گناهی کرده با رئیس جمهور محبوب آقای خامنه ای که صراحتا اعلام کرد که ایشون نظراتش به من از همه نزدیک داره، در صورت مصاحبه کرده
به موجب اتهامات واهی و ساختگی تحت عنوان توهین به اشاعه اکاذیب. بر اساس شکایت داستان، دستور بازداشت آقای محمد حسین حیدری که دانشجو هست که مدیریت سایت خبری دولت بهار رو عهده داشته، جمهور آخرین اقدامات غیرقابل پذیرشی است که به دخالت بیمورد و غیر منطقی دادستان تهران در فرایند تحقیقات حادث شد. یا مثلا من با دقت سخنان آقای مشایی رو گوش دادم در حضور وکلا و چی میگم قانوندانان، خیلی هم حقوقی صحبت میکرد. ایشون رو گرفتم بردن، خود بازجو یا سربازجو یا بازپرس خودش به حماقت سوالاتی که ازشون میکرد واقف. اگر شما مدرک دارید، سند دارید، مسائل پایه کشور رو گذاشتید کنار که آقای احمدی نژاد در صورت متهم هست، از طرف ملت ایران متهم است که 800 میلیارد دلار پول نفت و مشتقات نفتی و مجموع اینها را فروخته، مشکوک کجا رفت این پول؟ البته الان این رو خود اینها بیان میکنن، ولی اگر مدرک و سند دارید و پای خودتان گیر نیست تو این بازی، بیاین رو کنید به جرم این. نه اینکه چرا پاداش دادی، مثلا آمدی آلمان یا اروپا مثلا به پلیس آلمان مثلا پاداش دادی، حالا چقدر پاداش دادن به اون افسری که ورده اونجا 500 یورو گذاشته دستش که حفاظت ویژه کرده، مثلا میگم طوری که من برداشت کردم، یا چرا 3000 یورو به سفیر دادی. خب یه همچنان چیزهایی بسیار سطحش نازل و نشون دهنده این است که به اصطلاح اینا مدارک جدی در دستشون نیست. مثلا جرم رسمی احمدی نژاد رو برداشتن، بوسیدن مادر چاورز هنگام خاک سپاری پسرش هوگو چاورز، خب نفرت انگیزی این اتهام. در صورت این بابا رئیس جمهوری رفته مملکت دیگه که بوسیدن مادر چاورز به خاطر مثلا سکسی نیست که آخه، ابله. این که دیگه روشنه که یه حس احترام عاطفی فلانه. بگذاریم از این مسئله، به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری گفته آقایی که 8 سال مدیریت کشور رو به عهده داشته و اکنون اپوزیسیون و قوه قضاییه شده، پیشنهاد دارید بفرمایید هر روز انسان را دور هم جمع میکنن. در 4 سال دوم مدیریت این فرد کلکسیونی از نقض قوانین در دوریشان وجود داره. حالا کلکسیونش چی هست؟ قهر کردن. خوب اعتراض داشته فرض کن و آبش تو جوب نرفته با خامنه ای، اگه جرمه این، حالا هرچی، قهر کردن، خانه نشینی، بوسه بر تابوت یک کافر. خب ببین ما با چه ابله های سرکار داریم که مثلا بوسه گذاشته تابوت چاورز، بر گونه مادر چاورز بوسه گذاشتن، حتی مقابله با رهبری، جابجایی بودجه ها در شناسنامه این فرد وجود دارد و امروز این فرد در عرصه مقابله با قوه قضاییه اقدام به توهین میکند و سوال اینجاست که آیا این دفاع از مردم است؟ حالا تازه اینا مثل که خوابن، تمام ملت ایران بر علیه قوه قضاییه است. مثل انگار اینا خیابونها رو نمیبینن، انگار تظاهرات مستمر و دائمی و فراگیر در همه شهرها رو اینا نمیدن یا پولشون خورده شده. شما آیا مجرمینی که مردم دارن، صندوقهای بیمه، بانکها، همه اینها پول مردم رو خوردن، اینا همه فریاد دادخواهی بلند کردن، حتی دیگه اطمینانشون کاملا از قوه قضاییه از دست دادن و در شعارها و خواستهاشون خود خامنه ای رو
مورد خطاب قرار میدن که به این وضعیت رسیدگی کن. تمام مردم ایران قوه قضاییه رو مجرم میدانن، ستمگر میدانن، ظالم میدانن. حالا تو برداشتی مثلا فرض کن این فرد رو برجسته کردی که برای مقابله با قوه قضاییه اقدام به توهین میکند، و سوال اینجاست که آیا این دفاع از مردم است؟ بله، این دفاع از خودش است، دفاع از در صورت عملکرد خودش است. اگر شما مشکل دارید با حرفایی که زده ایشون شما رو متهم کرده، رئیس قوه قضاییه رو متهم کرده که آقا جاسوس انگلیس هستی، دختر شما جاسوس انگلیس است، برادر شما رو با مدرک ثابت کرده که زمین خاری کرده، نوارش هم ورده تو مجلس، متهم کرده که شما در برامین گاوداری رو انداختید، از کجا آوردید، و ده ها اتهام مشخصی رو مطرح کرده و ایشون گفته از باب نصیحت میگویم این آقای دادستان، آقایان را این راه راه خدمت نیست، مگر اینکه با توجه به منزوی بودن اهداف دیگری داشته باشید. قوه قضاییه در آینده دروغ‌ها را مستدل جواب میده. خب مگر اینا شروع کننده بودن؟ شروع کننده شما است. آقای بقایی را گرفتید، برداشتید، بردید توی زندان، 7 ماه زندان کردید و سعی کردید زیر فشارهای جسمی و روحی اون رو وادار کنید که پروسه پرونده سازی بر علی احمدی‌نژاد رو سازمان بدید. خب که به اصطلاح با الغاهات فراوان از دستشون بگیرید خطی رو، دست خطی رو که بله آقای احمدی‌نژاد مثلا مشکوکه، آقای احمدی‌نژاد مشکوک به جاسوس بودن بشود. خب کاری ندارم، این کار وزارت اطلاعات، کار دستگاه امنیتی کشوره. آخه شما که اداره میکنی، تو تیم مذاکره کننده شما تا حالا 5 تا جاسوس درجه 1 بین المللی پیدا شده. آقای دوری اصفهانی ساعتی رو انگلیسی ها به اون دادن که حتی آمریکایی را مات کرده. آقای کری میگه نمیدونیم از کجا این اطلاعات بیرون میشه، چون تصویب کردن و به اصطلاح توافق کردن که اطلاعات، یعنی گفتگوها، به بیرون درز نکنه، به رسانه ها درز نکنه. حتی تلفن دستی وزیر خارجه آمریکا رو هم قبل از برود به جلسه میگرفتن میگذاشتن اونجا. ولی اینها سوپر جاسوس هستن. آقای دوری اصفهانی یک ساعت ویژه‌ای در اختیارش قرار گرفته شده بود که از اونجا تمام این ضبط میشد، شنود میشد، همه چی میشد، بلافاصله مخابره میشد. الان دیگه اثبات شده است اینا. یا اون آقای مشکور که مسئول حقوق بین الملل این حرکت بوده و دفتر حقوق بین الملل در تهران داره و الان اعضای کابینه آقای به اصطلاح روحانی عضو این کانون هستن. خب شما اینا رو همه جاسوس مشخص شده. همین سیاست رو های اسرائیلی ها میبینیم که مثلا در دوران مذاکرات تمام مذاکرات رو در مطبوعاتشون منعکس میکردن. این آقا جاسوسی میکرده. حالا چرا انگلیس تنها؟ چرا با اسرائیل هم نکرده؟ پیسه چرا پنهان کردن دو تابعیت این رو؟ کی پنهان کرد؟ و تنهایی نیست، کی پنهان کرد؟ اتفاقا خود وزرای معرفی کننده این شخص و اشخاص به تیم مذاکره کننده، این هنوز وزیر هستن، هنوز در همین دولت هستن. خب اینجا مثل نمیدونم کسانی که مشخص میشه، پشتش مشخص میشه. همین ساعت چند سال پیش اسرائیلیا با هلیکوپتر پرواز میکردن، هر فرد رهبر فلسطینی حماس یا الفتح رو با هلیکوپتر موشک پرت میدادن به ماشینش، تق منفجر میشد. معما شده بود که چه اتفاقی افتاده. خیلی روشن، امیر قطر تعدادی ساعت بسیار گران قیمت به
میمانانش که دعوت میکرد فلسطینی ها رو، اینها هدیه میداد 20 ساعت های 15,000 دلاری و اینو چیزا. این ساعت هم تمام گفتگوهای به اصطلاح این فرد با هر سطحی و معمولا هم رهبران اجرایی فلسطینی رو دعوت میکردم، از حماس و یا الفت و یا جاهای دیگه، تمام شروط میکردن اسرائیل با این ساعت. و از طرف دیگه چیپسی در این ساعت ها بود که موشک رو از 100 کیلومتری که پرتاب میکردن اصلا خودش میرفت و به اون فرد و یا ماشینش اصابت میکرد. با این دوز بازار و این جاسوس پروری که تو جمهوری اسلامی هست، خب از کجا معلوم هست که اسرائیلیا وقتی در این سطح، در این سطح وقتی دختر لاریجانی جاسوس انگلیس در میاد، در این سطح چه تضمینی وجود داره که تمام به اصطلاح ظرفیت های اتمی ما، تاسیسات اتمی، تاسیسات نظامی تمام چیپس گذاری نشده باشه؟ چون دست رو هر کس میذاری توی این مملکت، توی این دولت، همه جاسوس انگلیس در میان، جاسوس اسرائیل در میان، حالا جاسوس های دیگه که اگر هم در بیاد به اصطلاح پنهان میمانه. از کجا معلومه؟ مگر همین کار رو با تاسیسات عراقی ها نکردن؟ شرکت فرانسوی که تاسیسات اتمی عراق رو میساخت تا 80-90 درصد هم پیشرفت کرده بود تاسیسات، اونجا به وسیله یکی از مهندسین فرانسوی که جاسوس اسرائیل بود تمام تاسیسات چیپس گذاری شده بود. وقتی که به اصطلاح اسرائیل برند شدن آمدن، کار سختی نبود، جاهای حساس و مهم تاسیسات تمام چیپس گذاری بود. اون از 200 کیلومتری هم موشک پرتاب بکنن خودش میره و میخوره به اون نقطه حساس و نابود میکنه. و با این بضاعت، با این وضعیت که شما دارید، به اصطلاح من فکر نمی کنم به اصطلاح هیچ تضمینی وجود داشته باشه که این سیستم دفاعی کشور، سیستم امنیتی کشور، تأسیسات ایران در مقابل یه حمله اسرائیل آسیب پذیر به طور کامل نباشه. یعنی که کار سخت نیست دیگه، تمام این تأسیسات چیپس گذاری شده باشه، موشک ها از 300 کیلومتری هم پرتاب میشه، هدایت میشه و میخوره به اینا. خب اینا اتفاق افتاده، الان دیگه کسی هست؟ مگر این آقا رو دستگیر نکردن؟ مگر اثبات اتهام نشده؟ مگر تمام اینا نشده؟ آقای دوری اصفهانی، مگر آقای مشکور که به عنوان حقوقدان ارشد بین المللی در تیم مذاکره کننده بود، مگر چیز نشد؟ مگر تمام به اصطلاح تمام اون گفتگوهایی که در چارچوب رفع تحریم ها بود و صورت میگیره، تمام اینها رو آقای دوری نجف آبادی به نفع اسرائیل و انگلیس در اختیار اونها نمیذاشت که اونها بلا فاصله میتونستن اون به اصطلاح کانال ها و اون ماده ها و اون تبصره هایی که میتونست به سود ایران تمام بشه رو مسدود میکردن یا به اصطلاح پادزرش رو اون در قرار داد می گنجندن. این وضعیتی که الان به وجود اومده که علارغم اون برجام شده و تحریم ها می باعث برداشته بشه، به خاطر این جاسوس ها هست که تمام ارکان کشور رو گرفتن. خب حالا یه گندلات آمده به نام رفیق دوست. علت این که آقای گندلات به اصطلاح محبوب خمینی شد، به نام گفته خودش وقتی که آمدن سال 42 خمینی رو دستگیر کنن، یه پاسبانی حالا به نام شغلش بی احترامی کرده یا یه خشونت معینی به کار برده، دست آقا رو نبوسیده یا هر علتی، ایشون افتخارش این هست که با در یه فرصت ماها بعد یا مدتی بعد اون رو گیر آورده و کشته. علت این که سوگولی خمینی شده یا این گندلات که حداقل من اطلاع دارم اون موقعی که مأمور خرید تسلیحات بود در اینجا، در فردی که در برلین به اصطلاح مافیا بود،
رابطه نزدیک با این داشت و خانم براش میوردن. حالا این گندلات مثلا چیز کرده به زودی احمد نژاد رو میگیرند و میبندند و الاخر. من کاری ندارم، احمد نژاد اینقدر موجودی هست که به اندازه کافی من شخصا نفرت ازش داشته باشم، ولی دیگه همچون گندلات هایی که به اصطلاح از این طریق اگر بخوان رسیدگی واقعی به پرونده رفیق دوست بکنند در مورد دزدی های کلانی که در دوران خرید تسلیحات میکرد، به اصطلاح همش هم چیز بود حاصل این خرید ها، این شد که آقای کریم، آقای باقری رئیس کل نیروهای مسلح ایران، الان برید آخرین مصاحبهش رو گوش بدید که ذلت ارتش ایران رو و ذلت سپاه رو و ذلت نیروهای مسلح ایران رو به دلیل نبود تسلیحات در مقابل تهاجم عراق کاملا میگفت از سال 64 ما عملا پذیرفته بودیم این مسئله آتش بس رو. حالا این فرد میاد، اون فرد میاد، به خاطر این بود، به خاطر اون بود، میگفت دروغه. این دیگه مسئول ترین مقام نظامی کشور بود، واقعا درست میگه. چرا؟ به دلیل این که وقتی که میگه آمار میده، میگه وقتی که عراق حمله کرد با 400 هواپیما داشت و سالهای 67 66 67 میگفت نه تنها این قدم هواپیماش نابود شده، 700 تا هواپیمای مدرن روز و تهاجمی داشت، علاوه تانک باز تعدادش به مراتب بیشتر از هم. تعداد لشکرها دیگه با 12 لشکر را. بعد که آخر نزدیکای پایان جنگ 50 لشکر داشت، یعنی پول امکانات همه اینا. دلال هایی مثل این رفیق دوست بیشهر از همون پول اندکی هم که باید مخفیانه تسلیحات برای ارتش ایران و برای نیروهای نظامی ایران تهیه میکردن دزدی میکردن. این پرونده این مرد کثیف از بابک زنجانی بدتره، از زراب بدتره. و به دستور کی به سلام پول های کامیون های پول 18 میلیارد و چندین تن طلا از مرز کشور خارج شد؟ داستان بابک زنجانی و زراب هست. چرا نمیگن؟ چرا نمیگن احمدی نژاد به تنهایی کرد برای دور زدن تحریم ها؟ مگر میشه مگر مرزا دست احمدی نژاده؟ اینجا سپاه چه نقشی داشته؟ مرزبان ها چه نقشی داشتن؟ گمرک ها چه نقشی داشتن؟ هیچ کدوم اینا رو کیا بیان نمی کنن. دستور از ارشد ترین مقام کشور صورت گرفته. چرا؟ که طلاها خارج میشد. مسئله پولشوییه، مسئله پولشویی بوده. پرونده زرابم به خاطر این گره خورده، چون خاندان اردوغان هم با احمدی نژاد با اخوانی های ایران، فقط احمدی نژاد نیست، احمدی نژاد عددی نیست تو اینها، تو این مافیاهای مخوف یه آدمی بوده آوردن جلو به اصطلاح خامنه ای به خاطر زدن رفسنجانی و رقبای خودش از لحن لاتمنشانه و کاراکتر تهاجمی و کاراکتر بسیار نحیف یا چیز این سو استفاده کرده برای زدن رقباش و موفق هم بوده. همین مسکن مهر که اینا دست گذاشتن روش برای چی هست؟ مسکن مهر 4,300,000 واحد مسکونی ساخته شده. چه اتفاق افتاده؟ اتفاقا یکی از راه های زدن اکبرشاه بهش میگفتن، یعنی قدرت این فرد اینقدر قوی بود که بودن اکبرشاه تمام خونه سازان، مستقلاتچی ها، زمین خاران، تمام اینها زیر شبکه رفسنجانی بود. در دولت رفسنجانی تمام پروژه های دولتی در زمین خونه سازی گرفته تا هر چیز به این شبکه مافیایی اخوانی داده میشد. این که اومد این شبکه رو گرفت و شبکه دیگه موازی دولتی کرد و تمام اینها که توی بسیار مسکن سازی و خونه سازی و مستقلات و زمین خاری و اینها بودن به شدت آسیب دادن و اینجا قدرت مطلقه رفسنجانی به زیر کشیده شد. جنگ اقتصادی بود. حالا اتفاقا این فرد یعنی احمدی نژاد نه طراح نقشه است نه فلان، فقط مجری این بازی هست. اگر میخواید دنبال این بگردید یا جاهای کانونهای قدرت دیگه بگردید. با توجه به اینها به اصطلاح کاملا آشکاره که قوه قضاییه
در دست این مافیای برادران لاریجانی انگلیسی افتاده، ستم به مردم میکنن، حق محروم رو، حق انسان ضعیف رو پایمال میکنن، خودش شکایت نیست، یک سری بازپرس ها، یک سری افرادی هستن که رشوه آشکار میگیرن. خود بزرگترین رشوه خوار این مطلب کیه؟ خود صادق لاریجانی است. چرا اینقدر علاقه مند هست که هرچی بیشتر دست آدم بگیره، دست به اصطلاح دستگیر کنن؟ چرا؟ قید وثیقه، وثیقه 100 میلیونی، 200 میلیونی، بعضیا تا الان صد وثیقه هم رفته بالا 500 میلیونی. آدم قاتل رو با وثیقه 500 میلیونی هم آزادش میکنن فلان. و یا قاچاقچی ها فقط سیاسیون نیستن، سیاسیون عدد محدودی هستن در این بازی وثیقه گیری. 60، بیش از 60 به اصطلاح حساب بانکی باز کرده. فقط سود حاصل اینو که به حساب شخصی و خودش میریزه صدها میلیون میلیارد دلار تومان هست. یا همچون نمدانی است. به همین دلیل شهوت دستگیری دارن، شهوت بازجویی دارن، شهوت زیر فشار قرار دادن دارن. ولای شهروند به اصطلاح فقیر، بیچاره، بدبخت، ناتوان که حتی قدرت گرفتن وکیل رو هم نداره، در اولین برخورد مرعوب کننده این بازپرسان به اصطلاح مخوف که به صورت میرغضب در آمدن. این چه آقای قوه قضاییه نیست، این دیوان مرگه، این میدان اعدامه، میدان شکنجه است، میدان ستم است. اینا رو بررسی بکنیم و بعد نگاه بکنیم. مثلا فرض کن حالا این بابا معاون رئیس جمهور بوده که هر کی هست، نگاه بکنید حمید بقایی معاون سابقش آقای احمدی نژاد در واکنش به گفته های داستان کل کشور گفته از مقام قوه قضاییه خواسته که به دلیل رعایت نکردن قانون شرع و اخلاقشون استعفا بده. در همین حال رفیق دوست از چهره‌های نزدیک به مؤتلف اسلامی هم در روز دوشنبه که این میگن پرونده مالی این بی‌شرف از بابک زنجانی و اینا بدتر است، گفته ششم آذر در مصاحبه با خبرنگاری اینا گفته که به زودی خدمت احمدی‌نژاد خواهند رسید و قوه قضاییه در حال تکمیل پرونده است. من اتفاقا به شدت علاقه‌مندم که حقایق روشن بشه، نه اینکه این رو برداری ببری اینجا زیر شکنجه قرار بدی، زیر فشار قرار بدی و یا دادگاه بسته نباشه. اگر واقعا میخواید حقیقت روشن بشه، دادگاه باز روشن، چون این مسئله ملی است. باید ملت بدونن این ثروت ملت ایران بوده، 800 میلیارد کجا رفته، این مسکن مرگ با داستان چی بوده، ده ها و صد ها مسئله است که باید ببینید کارشناسی بیاد مردم بفهمن که این بازی ها به کجا رسیده. نه اینکه ببرید تو پشت درهای بسته یک حکم هم صادر بکنید و طرف را هم دواخور کنه، مثل تو زندان ها این کارا رو میکنن راحت، نه دواخور میکنن، مرگ تدریجی رو برای افراد رقم میذارن. محمود احمدی‌نژاد به خود 4 سال دوم گفته در مورد دولتی گفته کلکسیون از قانون گریزی داره و آقای احمدی‌نژاد رو به دروغگویی متهم کرده. خب راست دروغ رو ایشون حق تعیین وکیل داشته باشه تا ببینیم چی. خب اگر اینگونه است که کاملا مشخص شده که تحقیقات قضایی است، پرونده جاسوسی زهرا لاریجانی در صورت همه جا برد زبان هست، چرا این علنی نمی کنی؟ چرا دادگاه علنی نیست؟ اگر جاسوس هست، جاسوسی از منافع ملی ایران صورت گرفته، خب ملت ایران حق دارن بدونن چی هست، نه اینکه باز پشت درهای بسته. چرا روحانیون وقتی که به اصطلاح جرمی مرتکب میشن، چرا دادگاه بسته؟ چرا؟ به چه دلیل؟ اختلاس کرده، دزدی کرده، تجاوز کرده، ستمگری کرده؟ چرا ای آخوندا همه پستای اساس رو گرفتن، آخوندیز با آوردن حاکم کردن به این مملکت، پستای وزارتخونه همه دست اینا هست؟ هیچ وقت تو آخوندی به قول یکی از اینا، امروز من گوش میدادم، آخوندی دیدید که برای کارگر بشه تو کارخونه کار کنه؟ نه، غیر ممکنه. حتی معلم هم دیگه نمیشن چون درآمدی نداره. پستای حساس تو وزارت نفت، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت های
به اصطلاح نانآور رو چیز کردم در اصل روند تحقیقات پرونده جاسوسی زهرا لاریجانی برای انگلستان که بیشتر در جلسه کارشناسان معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات با محمد جعفر منتظری داستان کل کشور با مقامات مقاومت و ممانعت ایشون مواجه شده توسط داستان ویژه روحانیت آغاز شده. حالا من نمیدونم چقدر پشت پرده های این قضیه چی خابیده، جنگ روانی است یا واقعیته، چرا در جهت حل این مسئله روشن شفاف سازی نمی کنن. آخر سخنگوی قوه قضاییه به اصطلاح دریافت سکه از یک لات از چشم افتاده رو، افشاگری حمید بقایی درباره سکه های طلایی که دولت احمدی‌نژاد به جمعی از مسئولین بلندپایه نظام داده، از جمله آقای رئیسی، فرمانده سپاه پاسداران، اینا با صدور بیانیه دریافت این سکه های طلایی را تکذیب کرده. غلام حسین محسن اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اما تایید کرده که معبود احمدی‌نژاد به تعبیر او یک لات از چشم افتاده است، چنین سکه هایی را به گروهی از مسئولان اعدام می کرده. تعداد سکه ها و زمان اعدای آنها همچنان محل اختلافه. خب آقای اژه‌ای، شما که لاتر از هم هستی، چرا؟ خب شما توی چشم انذار در وسط مجلس آقای سحرخیز رو فکر میکنن، آن گاز گرفتی. سگی کار نمی کنه، سگ موجود بسیار خوبیست، بسیار شرفش از تو و همسرت بیشتر است که سگات توی کرمانشاه توی زلزله به اصطلاح اون اصالت خودشون رو نشون دادن. شما برای مفخوری و دزدی و اختلاس ساخته شدید، ایشون لاته، شما هم لات هستید. مگر لات بودن چی است؟ به جای کاربرد کلام طرف بهور میداری سرخیز رو چیکار میکنی؟ گاز میگیری. به زودی داستان دادستانی علی احمدی نژاد اقدام میکنه. علامه حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران در واکنش به آخرین اظهارات انتقادی محمود احمدی نژاد علیه قوه قضاییه و رئیس اون، رئیس جمهور پیشین رو فردی دروغگو و گندگو و بی اطلاع خوان. اگر اینجوری است، بی اطلاع است، به این 8 سال در بی اطلاعی کار میکرده، یکی محبوب رهبر بوده، یعنی 8 سال ایشون اطلاعی نداشته هستن از مسائل. دوران پرتنشترین دوران جمهوری اسلامی در دوران تنها موردی است که حالت تهاجمی گرفت برای تسلط بر وزارت اطلاعات و گویا طی اون چند روزی که به اصطلاح مدیریت وزارت اطلاعات رو عهده گرفته بود، بسیار از پرونده ها کپی شده و از اونجا خارج شده و بسیار از بلند پایگان انگشتاشون زیر دست احمدی‌نژاد باید باشه، که از این بابت باز بابت بی پای حرف زدن شورای عام و خاص است. ما اینو قبول داریم. یه سری سخنهای من فقط میخوام همون کاری که با ترامپ شد تو آمریکا، مجله واشنگتن پست در اومد نوشت آماری که آقای رئیس جمهور ترامپ روزی 5 دروغ باید بگه، میگه و طی مدت بیش از 1600 دروغ گفته. والا اگر چنین سیستم آماری، چنین کنجکاوی دو مملکت ما بود، دروغهای آقای روحانی رو در این مدت که 180 درجه چرخید همه چی رو در دوران انتخاب و بعد از انتخابات اینها رو جمع‌بندی میکردن، یعنی یه نفر بود که مجموع حماقت‌های شما رو 1-2-3 میکرد، الان کتاب شاهنامه پرش چی بود؟ یعنی مجموع حماقت‌های شما رو، مجموعه دروغگویی های شما رو، مجموعه شالاتانیزم شما رو، بزرگترین دروغ تاریخ رو تحویل ملت ایران دادی که گفتی حکومت عدل علی و عدل اسلام میاری و بعد تبدیلش کردی به بزرگترین بازداشتگاه جهان. ایرانیان رو از کوچک و بزرگ بالقوه از دیدگاه شما همه مجرم هستن، مگر که خلافش ثابت بشه در هر دستگاه قضایی. اصل بر مجرمیت افراد نیست، اصل بر براعت افراد هست، ولی در سیستم جمهوری اسلامی اصل بر مجرمیت، یعنی همه مجرم هست مگر که خلافش ثابت کرد. آقا تو وظیفه تو هست، یعنی کسی رو فکر میکنی متهم، تفاوت متهم و مجرم رو شما نمیدونید، این رو یا خودتون رو به خریت زدید. من نمیخواید
مطرح کنه. متهم کسی هست که مثلا فرض کن دزدی کرد، داشت کسی هست که قتل کرده، کسی هست که اختلاس کرده، که هر کس. این وظیفه اون فرد نیست که بره حسن نیت خودش رو یا پاکی خودش رو با پلیس اثبات کنه. این وظیفه پلیس هست، با شگردهای خاص خودش، با پیجویا، پیگردها، تحقیق و مراقبتها، دستگاه هر شروط گذاشتنها یا هرچی، مثلا مدارک لازم رو جمع بکنه، مدارک و مثلا استنادات دادگاه پسند، دادگاه واقعی که طرف با داشتن حق وکیل وقتی پلیس میاره داستان، بعد این پلیس میبره به داستان میگه و داستان پرونده رو چیز میکنه، قوی ترین پلیس هم نه قوی ترین حقوقدان یا وکیل هم نتونه این رو چیز کنه، نهایتش به تخفیف جرم بسیار راضی باشه. وقتی کار به دادگاه میکشه باید به اینجاها برسه. شما هر کس رو ور میدارید به صرف این که آقا یه چیزی گفته، مثلا فرض کن قوه قضاییه ناراحت شده، چه برادران لاریجانی مورد بی‌احترامی واقع شدن، آقا تو قانون بری بی‌احترامی به اصطلاح مقامات جمهوری اسلامی و برادران لاریجانی چقدر جرمش هست؟ سه ماه، شیش ماه، بی چه دلیل و بی احترامی رو شما چی معرفی میکنید؟ نقد و انتقاد و برخورد و اینجور هم شما بی احترامی تلقی میکنید؟ بخواید دنیای مردگان به وجود بیاری؟ خب اگر شاعری، اگر کاریکاتوریستی، خب یه کاریکاتور کشی، مجرم هم، اگر فلان روزنامه نگاری به اصطلاح مطلبی نوشت، گزارشی تهیه کرد، مجرم هم. اون به خاطر همین هم است که شما این وزارتخونه رو تبدیل به ابزار پول درآوردن کردید و زندان هاتون هم وضعش از اونها بدتره. یعنی این ابزاری که دست شما هست میتونید اقتناق مطلق رو تو جامعه وجود بیارید. در دادگاه با نوشتن متن قرار توقیف یا بازداشت و گفتنم کلمه انتقاد به بازداشتگاه، تحویل به زندان، حالا اوین شهرت داره، به زندان اوین ماجرا شروع میشه. و خصوصا اینکه کسی را برای اولین بار قرار باشه به زندان ببرن، اون هم زندان اوین، خلاصه با گناه یا بی گناه بیش از 95% زندانیان از قرنطینه زندان عبور میکنن، در قرنطینه با انسان ها که هنوز هم دادگاهی نشدن و مجرم نیستن. بعد اگر مجرم باشن به چه حقی شما بی احترامی میکنید به انسان ها، به خصوص انسان های سیاسی؟ به چه دلیل؟ در اونجا چه اتفاق میفته؟ مامورین اعزام و بدرقه مثل بازداشته ها، از کرانتری ها، پاسگاه های انتظامی که بازداشته ها رو میارن، پس از کلی تیغ زدن، یعنی این سیستم تیغ زدن از اونجا شروع میشه، پول گرفتن، اخاذی کردن شروع میشه و مثلا بعد از این مرحله خرج نهار و خرج همه چی رو میگیرند و کرایه ماشین و پول سبزی و پیاز و نون و ترشی و اهل و عیاق و همه چی، شما را به درب زندان ابین میرسونن که پس از تحویل به مامور زندان مثلا رسید میگیرن و از اون لحظه شما با اونها طرفین شرایط ورودت به این مرحله. در اکثر مواقع اون فردی که مأمور شما هست که شاید جای نوه اون بیچاره زندانی باشه، به خصوص زندانی های کهنسال همین حزب توده که لحاظ ضریب سنی از همه بالاتر بودن، این اون کسانی هم که اونجا بودن نوه شون هم نبود لحاظ سنی، مثلا احسان طبری رو برداری به دست یکی از این بچه ها بدی که سوارش میشه و به عنوان یک با به اصطلاح اولاق ازش استفاده بکنن و هی هی بکنن، بیشرمین شما، تمام وجودتون بیشرمه. رفتار با یه فیلسوف این گونه هست، رفتار با یه انسان کهنسال این گونه هست. خب این فقط اون نیست، همه این بلاها رو سرشون آوردیم، در برابر یک دیگر همه رو لخت میکنه. به چه دلیل بیشرم؟ به چه دلیل؟
ولی تغییر شد. زندان ابوغریب ناراحتتون کرده که اونجا هم لخ میکنن. چه تفاوتی بین زندان اوین تو و زندان ابوغریب و زندان گوانتانامو وجود داره؟ با این تفاوت که آمریکایی‌ها با بیگانه رفتار میکنن، شما با ایرانی های رفتار میکنن، چه تفاوتی؟ در صورت اعتراض آقا لخ نکن، و در صورت در نیاوردن لباس زیر شورتش هم میگه با در بیاری، باز ضربات پی در پی چک و لگد و باتوم و اینا مقاومت فرد در هم میشکنید و ترور شخصیت میکنید. از همونجا ترور شخصیت شروع میشه بدون در نظر گرفتن سن و سال و شخصیت و حتی جرم طرف، فقط برای تحقیر کردن در برابر صاحبین و فهماندن میزان قدرت و اختیاراتی که دارین سعی میکنید تا طرف کمرش تا نصف خم بکنه. بعد یه انسان بیشتر میرم اونجا گذاشتید که تحت عنوان جستجو در ماتحت طرف انگشتش رو ورداره چکار بکنه تو ماتحتی که دنبال مواد مخدر میگردی از زندان سیاسی. بیشرف نیست این، نیست. شما برای کار دیگه کار میکنید، اگر نه الان به شما اثبات میکنم که در زندان قزلحصار و زندانهای دیگه شما هر روز چقدر مواد مخدر از طریق شیوه مافیایی خود زندانبانها وارد زندان میشه. ماتحت مثل یک زندانی سیاسی یا یک زندانی عادی رو به اصطلاح اینجوری برخورد میکنید که اون رو تحقیر کنید و بهانه‌تون جستجوی مواد مخدر است. شرم نمیکنید؟ شرم نمیکنید؟ بعد مقایسه کن زندانهای شما رو با زندانهای زمان شاه، رفتاری که با زندانیان سیاسی میشد بعد از مرحله بازجویی با رفتاری که شما با زندانیان میکنید حداقل مثل یکی از ننگین ترین پلید ترین دوره های تاریخ ایران زندان های شماست، به دست این برادران جاسوس انگلیسی برای تحقیر ایرانی ها به سر رو انداختن. شعار انگلیسی این است که ایرانی ها رو گرسنه نگه دارید، عرب ها رو سیر. این شعار از عصر معاویه بوده، معاویه شعارش این بوده. شما بنی امیه هستی، شما انگلیسی هستی و ایرانی ها رو بگه خار و ذلیل بکن، چون اگر به اصطلاح حس احترام در خودشون رو پیدا بکنن بسیار حکومت کردن بر اونها سخت خواهد بود. در اکثر مواقع موقعی پیش میاد که و هر فرد در این بازرسی نخواد باج بده، مثلا موقع بازرسی به طور علنی مقدار پولهاشو که تو جیبش هست بلند میکنن، اگر اعتراض بکنه اون موقع دیگه ضربت شرط شروع میشه، لباساش تیکه پاره میکنن، حتی کفشاش و پاشنهاش رو در میارن که توی پاشنه ها مواد مخدر نباشه. شیوه شونه خمیر دندون و مسواک و شامپو و هر چی که داره مصادره میکنن، و اکثر اگر اعتراض به صورت بگیره عواقب شومی برای زندانی خواهد داشت. این وضعیت زندان شما، زندانهای شما بازار برد فروشی. تمام زندانهای شما مرکز انتقال ایدز به تمام کل کشوره. یکی از چیزها مافیای زندان یا اونجا یکی از مراکز اصلی مافیای زندان همین منطقه قرنطینه است، ورودی است، چون در اصل مرکز نقل انتقال موقته و تقریبا تنها جایی است که به طور رسمی در آن پول وجود داره که تا زمانی که پولها دریافت بشه و کارت اعتباری به کارت اعتباری تبدیل بشه. هروئین بسیار زیاده. برخی موارد نگاه بکنید به اصطلاح چی میگن 5 دقیقه تایم کارت تلفن با کارت تلفن خودش هست به مبلغ بسیار کلانی خرید و فروش میشه. در زندان به معتادان مواد مخدر میرسونن. کیه؟ مشکل سازم نیست، تقریبا هروئین یا کراک با قیمت گرمی 40,000 تومان و تریاک با گرمی 14,000 الی 20,000 تومان تو زندان اوین خرید و فروش میشه. قزلحصار که دیگه اصلا دنیای خاص خودش داره، اونجا مواد مخدر کاملا خرید و فروش میشه.
بیماری فراوانه، تو قرنطینه، پتوهاش اینقدر استفراغ شده، معتادیم کردن که زندان عادی سیاسی وقتی میره تو قرنطینه وحشت کده است. تمام بیماری ها در اونجا منتقل میشه، گال، مال، شپش، تمام اونجا بیداد میکنه. بابا آخه اینقدر وقی هم نباشین، با صورت های سرخ و پخ میان تو تلویزیون ها حرف میزنین، یه سری به زندان ها بزنین. یکی از جرم های احمدی نژاد برای بازدید از زندان ها بوده که آقا و دلال ها فعال هم. دلال ها سرسخت فعال هستن در قرنطینه. از بیداری و دکتر و بیداش خبری نیست، یک شب اقامت در اونجا مساویست با همراه بردن چندین امراض خطرناک به بند عمومی و یا به طور مادام عم داشتن و بازار بند فروشی در اونجا کاملا به سرا فراوانه، میلدارها و دست به جیبها و چاقچله ها، اینا مثل این افرادی که اختلاسی های گردن کلوفت هستن، بندرسگاه هفت منتقل میشه. اونجا بند اشراف، آدم های سیاسی خودی هم اونجا میرن، مثل آقای اکبر گنجی یک اونجا با قول من سویت بهش دادن که بشینه کتاب بنویسه. و تمام این افراد به اصطلاح گردن کلفت مالی، وزرا یا معاونین یا چیدای از این دست میرن بند اشراف، چاخچله ها، بند درسگاه هفت میرن، کم مایه ترها و فقیر ترها بند درسگاه هشت منتقل میشن. و تازه در این مرحله بازار برد فروشی برام میفته و کلن بندهایی که تحت نظر سروکیل بند هستن دست به کار میشن. وضعیت سروز برگه بازداشت و نوع اتهام و مقدار قرارها را بررسی میکنن و گربه های چاق اشرافی و گاو های شیرده و دست به جیب رو، دست به جیب ها رو که باید بدوشن، اونا را به صلاح میبرم تو بند اشراف. و اونجا حتی زندانبان های اینها که همین آقایان اینها باشن، برای اینا خانم میارن از بیرون، از بیرون خانم میارن، غذاهای ویژه که به جای خودش، اگرم اهل دود و دم باشن هیچ مشکلی نیست برای اینها. اینا جاکشخونه را انداختی تو اونجا و در صورت خصوصا سالن شیش که اقامتگاه رجال هست، مثل شهرام جزایری و از این تیپ افراد اونجا منتقل میشن، حتما با دارای رسم و رسوم و جرایم میلیاردی باید باشن که تمام اینا میرن تو اون بر. در صورت مسائل بسیار زیادی رو کاملا در زندان ها میتونیم مشاهده بکنیم. و اونجا حکومت اراذل اوباش هم هست، اراذل اوباش که میگم نه، این زندان سنسیناتی هست، چجوری اونجا باندها هستن، همه دست به فرمان رئیس زندان هست. یعنی هر کسی بخوان آزار بدن، اذیت کنن، شکنجه بدن، تجاوز جنسی حتی به زندانی سیاسی بکنن، همونطور که در کریزه کردن، این اراذل اوباش سازمان یافته درون زندان که مطیع مدیر زندان هستن به جان افراد میندازن و حتی تجاوز جنسی هم اونا میکنن و باجگیری یک امر رایجیه. زندانی های سیاسی در صورت مظلوم ترین دوران تاریخ خودشون رو در زندان های جمهوری اسلامی میگذرونن و زندان هم خصوصی سازی کردن و این پدیده خصوصی سازی هم چیز است. و بعد غذا فروشگاه هاشون، غذاهای یعنی این کمپوت هایی که مال مثلا 6 ماه پیش از رده خارج شده، اونم ساخت چین، رو به قیمت چند برابر به زندانه های بیچاره، زندانه هایی که مثلا کمپوت های غذای سگ رو، غذای حیوانات رو به این زندانی ها بدبخت و محروم منتقل میکنن. در صورت حدود 20 تا 30 هزار تومان مسئولین زندان برای هر گرم و سانتی گرم و چیزای هروئین و تریاک و کراک و شیشه و اینها چیز میکنن. و زندان اوین زندان گوسفند پروره و زندان اوین با
به صورت اگری که آدم تصادفی یا آدم مهریه نداده وارد اونجا بشه، هر لحظه مثلا در زمین ناخودآگاهش بگیم، باید بگیم من یک گوسفند هستم، من یک گوسفند هستم، بعبع میکنم. چون اگر بخوای شخصیت خودت نشون بدی ویرانت میکنم. اینها مالکان من هستن، من حق و حقوقی در انتخاب جا و مکان و قضا ندارم، در مورد سرنوشت من دیگران تصمیم میگیرن. و اینجا سیستم قضایی جمهوری اسلامی که دیگه حتی ارتباط وکیل با متهم نه مجرم جرم ترقی میشه، و وکلای زیادی مثل آقای ظرفشان جرمش چی بود که میخواسته از در جریان پرونده قتلای زنجیره‌ای مثل از خانواده مقتولین حقوق خانواده مقتولین دفاع بکنه، به 5 سال زندان محکوم میشه و اون مشکلات زیادی رو وجود میاره. و منم نمیخوام گسترش بیشتر روی این مسئله مکس بکنم، از بهداشت زندان و از مسائل عدیده که بیماری ایدزی که اونجا وجود میره. یه نمونه، چند نفر بر اثر عوارض نبود مواد مخدر، عدم رسیدگی هیئت از دست رفتن، و چند مورد خودکشی. یه جوان بیچاره روز شب عروسیش این خانم عروس مهریش رو به اجرا گذاشت، اصلا تصور نمی کرد، و به اردن زندان نمی. همون شب اول چندین تا از این لاشی ها و دوست ها و چاپ و کشاب بیش تجاوز کردن و همونجا خودکشی کرد، همونجا خودکشی. این صحنه‌های نفرت انگیز رو در زندان هایی که این برادران جاسوس انگلیسی به وجود آوردن، به اصطلاح حق حرمت انسانی از هر انسانی ایرانی کردن. من فکر میکنم شما اگر انسان هستید، وجود این جرثومه‌های فساد میتونه لکه ننگی در تاریخ معاصر ایران باشه. بدون حمله گسترده و همه جانبه به این خاندان پلید جاسوس و ستمگر، من فکر میکنم کشور نه امکان اصلاحات درش وجود داره، نه امکان اون تحول مطلوبی که بدون دخالت خارجی به اصطلاح صورت بگیره به انتخاب ملت ایران. اینها هر اظهار وجود و چیز میکنن. یکی از جرمای آقای احمد نژاد اینه که آمده گفته آقا 17 میلیون پرونده شما دارید. 17 میلیون یکی میخوان بیام ملت ایران رو میخوان همه رو مجرم کنن به خاطر اینه. این شیوه انگلیسی است. چرا؟ تو بالشگاه آبادان ما کار میکردیم، کارگرها یک غذادان داشتن 3 طبقه به نام سپرتاس. بعد صبح مثلا فرض کن برنج و گوشت و ماست و یا چیزی یا نون و توی 3 تا چیز می داشتن. وقتی برمیگشتن خب یه سری ها سیمان توی اینا می ریختن، مس توی اینا می ریختن فلان، و بعد می گفتم که دم در چیز نمی کنیش که بازده خروب چیز بازرسی نمی کرد. من کنجکاو شدم پرسیدم، گفتن این سبک انگلیسی هست. گفتم چرا؟ این چه به اصطلاح بود ذهنی داره اینا از روانشناسی جامعه. گفتم کارگری که این کار رو میکنه نمیدونه که داره دزدی میکنه و داره غیر قانونی کاری رو انجام میده، احساس مجرم بودن میره تو وجودش. وقتی احساس مجرم بودن رفت تو وجودش، دیگه به عنوان یک آدم حق باخته نمیتونه حرف بزنه و همیشه حالت دفاعی داره، و تو هم همیشه میتونی اون رو گوشه رینگ بذاری که تو متهم هستی، تو دزد هستی، تو فلان هستی، تو سیمان میدوزی، تو مس میدوزی، تو فلان میدوزی. این شبه انگلیسی هست که ملت های تحت ستم رو مجرم کنن. به خاطر همین جنگ تریاک رو توی چین رو انداختن، علاوه به تجارت انبو هر مثلا چینی قیاس گسترده میلیونی محتاج انگلیسی هاست که کی تریاک میرسه. اینجا احتیاج روزانه گلوی اون ملت دست انگلیسی ها میفته.
حالا جای با تریاک معمولی، تریاک طبیعی، با جای با افیون مذهب این تریاک میکنه و به جان ملت ها میدازه. و این افیونی که الان به جان ما هم داختن و مفسرین مذهبی که خودشان انتخاب کردن، چه نوع مذهبی؟ دیگه اون مذهب رزمنده و اون مذهب تهاجمی و اون مذهب ستم، چی میگن، عدالت خواه و ستم ستیز و اینها رو میذارن کنار، مذهبی توجیهگر برای توجیه چنین جنایت هایی و ستم هایی. و به همین دلیل هم 10 میلیون مجرم، یک هر پرونده یک شاکی و متشکی داشته باشه میشه 34 میلیون یه پرونده. و اگر پرونده نزاها، اختلافات، دعواها، مشکلات بیشتر، این جمعیتری داشته باشه، بعضی پرونده هم تا 10 تا فرد رو هم به صورت در یه پرونده جا میگیره، رقم بالاست. اگر میانگین خانواده رو 4 نفر بدانیم تو ایران، اون موقع 34 میلیون آدم که پاشون به داد برسیده با خانوادهشون، رقم بالای 60 میلیون ایرانی سرکارشون با قوه قضاییه است، نگاهشون به قوه قضاییه است که به اصطلاح محکوم میشن یا مجرم میشن یا به اصطلاح آزاد میشن، چقدر باید رشوه بدن. چون که شاکی است، خیلی ها من سراغ دارم، از اینجا خانه پدریش رو بسیار چیز کردن در ایران، مصادره کردن یا وراث دیگه حقی رو خواستن زیر پا بذارن، رفته برای دادخواهی ایران، رفته اونجا خیلی راحت، اگر میخوای به حقت برسی باید رشوه کلانی به این بازجو بازرس بدی، با دادستان بدی، به افراد باید بدی. خب وقتی که اینجوری هست، خود این بابا هم که رشوه میده از درون تویی میشه، یعنی به عنوان یه شخصیت رشوه دهنده که منفی هست با خودش برخورد خواهد کرد. و در نتیجه شخصیت زدایی از ملت ایرانه. شما در نظر بگیرید تقریبا تمام ملت ایران در ارتباط با این خاندان مخوف در ارتباط هستن، ورودی خروجی زندان ها هر 48 ثانیه یک نفر به زندان میره. نسبت به زمان انقلاب تا حالا حجم زندان ها 10 برابر هم بیشتر شده، 10 برابر هم بیشتر شده. و فضای زندان ها مثل همون فضاها رو که بوده اینا برداشتن چیکار کردن، فقط تعداد زندانی ها رو زیاد کردن، یعنی به اصطلاح فضایی برای زندانی وجود نداره. و نگاه بکنی تجاوز و لوات و بهره‌کشی یکی از مهمترین و رایج‌ترین اعمال در زندان قزل حصاره. اگر نوجوان و جوان معتاد باشه که هیچ، او رو در تنگنا قرار میدن و در اتاقهای دست جمعی به عنوان معشوق مصرف مشترک پیدا میکنن. یعنی کافیست که یه بیچاره جوانی که چیزی کشیده بیفته زندان، اونجا با 1000 بیماری و نابود شدن شخصیتش خارج خواهد شد. و اگر مقاومت بکنه مقدار اعتیاد رو بالا میبرن و به مرحله نابودی میکشوننش و بعد او رو در مسیر تجاوز و برکشی جنسی قرار بدن. و در مواردی هم که جوان و نوجوان سلامت باشه در پله اول با قرار دادن در محل لعب و لعب و از تریاک و حشیش و شیشه و شیشه کشی تا مشروب و همه اینا او رو تا بنیاد آلوده میکنن. اگر جواب نداد از طریق قرص آلودش میکنن، و اگر باز جواب نداد از طریق نرم و ذره آلودش میکنن و همه کارا. و به شیوه های گوناگون زندانی های سیاسی هم که بخوان خیلی راحت میتونن با و وسایلی کاملا مبتلاشون بکنن به داروهای مرگاور که 3 ماه سم هایی که 3 ماه 6 ماه بعد از آزادی زندان هم اونا رو بکشه از بین ببره. و چرخش های مالی هنگفتی توی زندان ها توسط مافیا صورت میگیره، مسائل جنسی و مردداری جنسی بیداد میکنه، نکبت و نفرت و فساد سراپای زندان ها را فرا گرفته، شکنجه و انفرادی در انفرادی فرستادن و در بسته و محیط حفاظت اطلاعات یکی از مخوفترین زندان های به اصطلاح جهان هست. اینا وضعیت اتباع بیگانه
اتباع بیگانه که میگیم، بدترینش برای بیچاره افغان ها هست که اونها را بسیار بدتر از همه باشون رفتار میکنن. این خلاصه مختصری از بعض زندان ها رو من بیان کردم تا عمل کرده قوه قضاییه رو بسا بیان کرده باشم که چین آدم هایی که میان راحت حرف میزنند و فلان، پشت این چهره های مخوف چه جنایت های کبیره وجود داره. اما گفتم که خب حالا ریشه های این داستان از کجا آغاز میشه؟ یعنی داستان انگلیسی ها و آخوند ها و رابطه های اینها از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه؟ در صورت وقتی که ما به اصل قضیه برمیگردیم، قبلا هم اشاراتی به این مسئله کرده بود کردم که داستان به اصطلاح انگلیسی ها و مسئله خاورمیانه، شاید بتونم بگم که سید جمال اسدآبادی در شاید شهرت ویژه‌ای داره تو منطقه، توی مصر، توی ایران، توی افغانستان، توی تمام بلاد اسلامی. اگر بگم یکی از کارگزاران مخوف به اصطلاح انگلستان در خاورمیانه و هند، حتی تمام این داستان هند و اینها، یکی از کسانی که بزرگترین خدمات به انگلیسی ها کرد در طول تاریخ قرن 19 سید جمال اسدآبادی است و شاید بشه گفت نه تنها بنیانگذار مکتب اخوان المسلمینه، بلکه بسیاری از جنبش های اسلامی در شبه قاره هند رو این وجود بود یا پیشنهادات این بود که انگلیسی ها چیز کردن در 12 لوژ فراماسونری به اسرائیل خدمت میکرد و مورد مشورت عالی ترین سطوح انگلیسی ها قرار میگیره، مورد مشورت عالی ترین سطوح دولت عثمانی و حتی دولت روسیه قرار میگیره و حتی ناصرالدین شاه هم ایشون رو برای مشورت آورد و وقتی که دی زیاده خواهی میکنه و یا نیات دیگه ای در سر میپرورونه اون رو با خاری و خفت بیرون کرد که یکی از دلایل مرگ ناصرالدین شاه هم شد. یعنی برمیگردیم به این مسئله که استفاده ابزاری کردن از مذهب در دست استعمار انگلیس ریشه گذشته داره به دوران قاجار برمیگرده. سید جمال از مذهب استفاده ابزاری میکرد، ظاهرا دینداری پارسا بود که میخواست جزئیات الگوی سیاسی از حکومت با قوانین سطر اسلام رو که در مکه صادر شده بود رو ظاهرا چیز بکنه. یکی از کسانی بود که تونست بگه که مثلا فرض کن اسلام با مدرنیسم اشکالی نداره، که بعدها ملکم در انقلاب مشروطیت کار کرد. همه اینها که این بازی رو انداختن تا به امروز، ملی مذهبی ها، اصلاح طلب ها، همه اینها نه همشون شاگرد های کی هستن؟ سید جمال الدین اسدآبادی هستن و ایشون هم خود آقای سید جمال الدین در یکی از گفته ها و نوشته هاش بیان کرده که البته گزارش هاش، یعنی گزارش هایی که به سرویس های وزارت خارجه انگلستان میداد، میگفت ما سر مذهب را نمی بریم مگر به وسیله خود مذهب، بنابراین اکنون به ما بنگرید، ما را پارسایان تاریخ دنیا و پرستندگان نمازخوان که هرگز از فرمان خدا سر نمی پیچند می بینید. یعنی این دو شخصیتی بودن، ملی مذهبی، این جهانی آن جهانی، مدرن سنتی، همه این التقاط ریشش تو این جمله است که ظاهرش کاملا مذهبیه، باطنش هزار تا کثافته. اینا هم دقیقا همین کار رو دارن میکنن، ظاهرشون از صحبت از عدالت، قوه انتظامی، قوه امنیت فلان، ولی خودشون ناامن کننده ترین آدم های امنیت ملی هستن، امنیت فرد هستن، امنیت شغلی هستن، همه رو نابود میکنن. الان هم میدونی چرا به اسرائیل ششتوی شهرها بذارن مردم به جون هم میفتن؟ خیلی روشنه، خودشون تحریک میکنن. جنگ حیدری نعمتی، ریشه دعواهای حیدری نعمتی شیوهی بوده که در تمام دوران صفویه بود، دورانهای بعد، دوران قاجاریه، دو محله را به جون هم میداختن به نام
به طرفداران حیدر و نعمت الله یا و فلان. و بعد حکومت از تضادهای اینها چیکار میکرد؟ استفاده میکرد. یعنی یه چیزی میگم وقتی میگم اینا شیوه هاشونه، شیوه های مدیریت جامعه شون به دست قاجار برگشته. الان توی خیابون ها میبینید جنگ حیدری نعمتی، بلا همین جنگ ترک و فارس میخوان راه بندازه اینا. چرا؟ خود اینا پشت تراکتور سازی هستن، خود اینها پشت این مسابقات فوتبال هستن، این مافیای مخوف خودشون هستن. اینا رو میارن تو تهران به اصطلاح فوش به فارسا بدن، اینا فوش به اونها بدن، جنگ حیدری نعمتی. این شیوه مدیریت عقب مونده که اصلا براشون هم مهم نیست. مگه قاجارا براشون مهم بود ایران چی میشه؟ نبود، فقط میخواستن تو رأس سلطنت کنن، اینا رو به جون هم بندازن. این شیوه است. به همین دلیلم این نامه آشکارا نشان میده، نامه سید جمال الدین اسدآبادی نشان میده که یکی از اهداف سید جمال که شاگرد ارشد و عبد است و بدان آگاه بوده، تخریب از درون اسلام بوده. روش او برای متحقق کردن این هدف، یعنی تظاهری وفادارانه به اسلام، در واقع اگرچه سید جمال مبلغ اسلامه، این ارتودکس برای توده ها به اصلا این ارتودکس بازی رو در میاره، رادیکال بازی رو، اما در نهان خدا ناباوری زد اسلام بوده. یعنی این تظاهر دوگانگی شخصیت، تمام جاسوسای انگلیس این گونه هستن، تمامشون. یعنی از یه ظاهری رادیکال و اینا میبینی که اینا پیشانی هاشون داغ میکنن، اینا همه جاسوسای انگلیس هستن. چون بر اساس این اصل سید جمال الدین اسدآبادی میبایست تظاهر افراطی بکنن به مذهب، به قول من زود و تقوا و فلان، بل دوزتر از همه اینا همین پیشانی ها محقدار هستن. همین یکی دیگهش مگه همین کسمش بود که فرار کرد رفت کانادا، پیشانش دیدی؟ رئیس بانک مرکزی. خب ایشون الان رفته اونجا تو کازینوها عکسش هست، اونجا رفته جراحی پلاستیک هم. آقای خاوری جراحی پلاستیک هم کرده دیگه، چیز هم نه، چون خرش از پول گذاشته، پولاشو برداشته، دزدیاشو کرده و رفته. در صورت مذهب تحت هر نامی ماهیتی یکسان داره، هم آشتی و درک متقابل میان اونها و فلسفه تحقق پذیر نیست. مذهب باور ایمانی را به فرد تحمیل میکنه، اما فلسفه او را یک باره از قید خرافات نجات میده و آزاد میکنه. در صورت با این اصل ما میبینیم که به اصطلاح این آقای سید جمال اسدآبادی اونگونه که دیگران در موردش قضاوت کردن، روش تحقیق کردن و مستند کردن، او را مثل بعضی پویا معرفیش کردن، با او و دیگرانی او را فرصت طلبی تمام عیار نامیدن. در نقش او به عنوان پدرخوانده سازمان اخوان المسلمین و گروه های اسلامگرای افراطی، تقریبا تمام محققین در غرب، البته توی ایران مهر سکوته، توی ایران اصلا اینو خدا معرفی میکنن، پیغمبر، دانا، فلان، ولی محققین غربی کاملا به این هم واقفن که بنیانگذار معنوی و فکری اخوان المسلمین در صورت ایشونه. با حمایت های بریتانیا از سید جمال در هندوستان، هندو فرستادن و مصر رو بیش پشتیبانه از او به عنوان مأمور انگلیس در قاهره، سید جمال آرام آرام جنبش پن اسلامیستی رو که بنیان این اخوانی ها هست، تفکرشون هست، بنیاد نهاد. اما بی ثباتی سیاست های استعماری در مصر، دشواری هایی را که همراه داشت، در صورت این جنبش در مقابل از روز اول که مسئله استقلالی کشورها، ما هم نیمه مستعمره بودیم، ولی کشورهای مثل مصر، مثل بقیه کشورها هم مستعمره بودن، زیر سلطه بودن، از همونجا دو تا جنبش رو برو هم ایستاد. یکی جنبش ناسیونالیستی، یعنی مصر گرایان در مقابل اسلام گرایان. در ترکیه مثلا ترک گرایان یا ناسیونالیسم ترک در مقابل همه جای خاورمیانه
من شاهدی هستیم، و انگلیسی ها و بعدا آمریکایی ها تماما در تمام این دوران ها از اسلام گرایان حمایت کردن در مقابل ناسیونالیست ها، چه این ناسیونالیسم ایرانی باشه، پهلویز باشه، چه آتاتورکیز باشه، چه بحثیز باشه، چه ناصریز باشه، چه هر کدوم اینا در الجزایر و یا جاهای دیگه. در صورت فعالیت های پنهانی سید جمال بود که او رو پیوسته از دیگران متمایز میکرد و الان هم دقیقا نکرد همشون اینه اینا تیم مذاکره کننده آقای دوری اسپانی، آقای مشکور، آقای فلان فلان، طبع کانادا، طبع این این الگوی رفتاری همه این اصلاح طلبا و همه اینها همین چیز از سید جمال اسد آبادی که همزمان عضو 12 کانون فراماسونری بود. که بعضی وقتا کانون های فراماسونری هم بعضی وقتا اختلاف نظر پیدا میکردن با هم، مثلا لوژ فرانسه با لوژ اسکاتلند در زمین های مختلف در مورد ایران یا الجزایر یا جای دیگه، اما این با همه بود. این هم دقیقا این کارکتر دارن، خیلی اصلا چیزش نیست، از چیز ناراحتی از آب وجدان نمیکشی که همزمان به اصطلاح تبع کانادا باشه مثل آقای دوری نجف آبادی، جاسوس انگلیس باشه، خبر به اسرائیل یا برسونه، خودش هم سوگولی نظام معرفی بکنه به عنوان معتمد. یعنی آدم چند شخصیت آخر در همزمان چند نقش میخوان اینا بازی بکنن. در صورت بنابه سید جمال در صورت آشکارا از لوژ فراماسونری قاهره که به از اونجا شروع شد عضویتش، از اونجا اخراجش میکنن. به گفته گودوریس سید جمال عضو لوژ فراماسونری جنرال اسکات بوده و در این لوژ آینه سری در صورت به صورت سری رهبری میشده، با لقب استاد اعظم اونجا عمل میکرده. استاد اعظم معادن معمولی نیست. چنان شگفتانگیز و ناگوشودی نیست این پرونده که به اصطلاح گویی چون اهرام مصر که از عجایب هفتگان است. استاد اعظم انجمن فراماسونری مفهوم خدایگان داره و بسیاری از شخصیت های انگلیسی و فرانسوی قرن 19 به شکلی وسواس‌آمیز میخواستن مثلا تو لوژ اسکاتلند کلاسش پایین تر از نظر اونا بود لحاظ معنوی، چون اینجا پشتش یه تاریخ چند هزار ساله مصر هست، عضو این لوژ بودن مهمه. همونطور که لوژ ایران هم در صورت در دوران خودش پر اهمیت بود برای انگلیسی ها به خاطر دلایل همه قله دماوند، هم برای اهورایی ها مورد پرستشه، اونایی که به اهورا و مذهب ایرانی، هم به شیطان پرستان. شیطان پرستان هم قله دماوند قبلگاه خودشون میدن. چرا؟ برای که ضحاک در اسطورهای ایرانی در اینجا به بند کشیده شده، زندانش اونجاست، قبلگاهشون اونجاست. اینا شیطان پرستن، اینا شیطان پرستایی هستن که قله دماوند رو از اون زاویه مقدس میدن، چون ضحاک اونجاست. در صورت وقتی که ما نبینیم از همون ابتدا مسئله بازوی نظامی و ترور در دستور کار اینها قرار میگیره و حرکت میکنن. همونطور که وقتی که لوژ فراماسونری، لوژ اخوان المسلمین در ایران راه اندازی میشه و گسترش پیدا میکنه، شاهدش هستیم که به عنوان مثال فدایان اسلام به عنوان بازوی نظامی این جریانه و اون موقع یکی از شخصیت های کلیدی بخش سیاسیش آقای کاشانی هست. کاشانی و اینجا چجوری کاشانی که مثلا در یه دوره با مصدق بود به سرعت چرخش میکرد، به دستور انگلیس ها هست، در صورت اخوانی ها هستن. چرا ترورهای تمام این مثلا فدایان اسلام که صورت گرفته همامن مخالفین انگلیس رو، حالا این زاویه مخالفت از زاویه کسی مثل کسروی باشه، زاویه مخالفت از کسی مثل فاطمی باشه، زاویه مخالفت از کسی مثل منصور باشه که آمریکاییه، یکی زاویه مخالفتش از زاویه ناسیونالیسته، یکی مخالفتش از زاویه چپه، یکی مخالفتش از زاویه منافع آمریکا، همه اینا رو فرق نمیکنه. منصور اینا کی اسلحه را به فدایان داد؟ رهبر بعدی اخوان المسلمین در ایران کی است؟ رفسنجانی. این
فرزند به حق به اصطلاح اخوان المسلمین در ایران. و این امکانات عظیمی رو که رفسنجانی درست کرده پیش از انقلاب آقا، اون شبکه‌ای که این رو برد قبل از انقلاب، آمریکا برده، هالیوود برده، ژاپن برده، همه انجمنهای اسلامی خارج کشور الگوی اخوان المسلمینه، اولین بار اونها هست. و همین آقای افشا کردیم ما هم اولین بار توی همین جا که تازگی ها مرده، آقای ابراهیمی یزدی، اون به اصطلاح عضو ارشد اخوان المسلمین برای سازماندهی بخش دانشجویی و نیروهای خارج که جوانان خارج کشورش بوده. اینا شبکه هم، یعنی این نیست که از زیر بطه در آمده یه مرتبه انقلاب اسلامی شد، این شبکه کاملا حفاظت می شد، عمل می کرد و مسئولیت داشت، مسئولیت داشت. و اتفاقا این شبکه انگلیسی اون بخشیشو که تو زندان بودن زودتر از همه دوزارشون افتاد به دستور انگلیسی ها. همه شما دیدیم که به سال 55 بود یه آین سپاسی بردن عسکر اولادی بادامچیان فلان بهمان، یه سپاس گفتن اومدن بیرون. اونا به دستور اربابان انگلیسیشون میدونستن داستان یه اتفاقاتی داره در کشور صورت میگیره. در صورت بعد از این است که میبینیم که اخوان المسلمین به اصطلاح به دنبال اون شاگرد سید جمال حسن البنا هست، جمعیت اخوان المسلمین رو با کمک کمپانی بریتانیای کانال سوئز به وجود میاره. همونطور که بارها گفتم منابع مالی حوزه های نجف و کربلا، تمام این گردن کلفت های اونجا توسط کمپانی هند شرقی به اصطلاح تامین میشد. منافع الازهر که کادرهای ارشد سنی‌ها رو تو اونجا در دانشگاه الازهر مصر بوده، همه هنوز هم هست، مهمترین دانشگاهشه، توسط کمپانی کانال سوئز پرداخت میشد. هیچ وقت هم فراموش نکنیم این دوتا کمپانی، کمپانی هند شرقی نمایندش فیلیپی رو میفرسته هندستان، پشت کی هست؟ پشت خاندان سعوده، آل سعوده. از او بر کمپانی هند کانال سوئز نمایندش کی هست؟ لورنس عربستانه، میفرسته پشت خاندان هاشمیان و به سرنوشت خاورمیانه رو این دو کمپانی به اصطلاح با بودجه هاش و نمایندگان ویژه‌اش دوتا گردن کلوف. لورنس آدم بسیار پیچیده است، بسیار جاسوس پیچیده است. فیلیپی هم همینطور که از کمپانی هند شرقی آمده، اینها به پای هم میرن. و آخر سر وقتی که قرار بود مکه را بدن، به قول داده بودن به لورنس که به خاندان هاشمی بدن، وقتی ندادن در صورت حکومت عراق، شام، اردن همه اینا رو به خاندان هاشمی دادن. خاندان سعود هم اونجا را چیز کردن که با عبدالوهاب و دار دسته اون حرکت کردن. پس بنابراین میبینیم که به اصطلاح انگلیسی ها از یک طرف، یعنی ما سیاست پیچیده‌ای دارن، در جریان 50 سال بعد از این حادثه دیپلمات های بریتانیای معمولان سرویس مخفی بریتانیای MI6 و ملک فاروق شاه انگلیس هم با اون رن، هم اخوانی ها را تو دستشون دارن که اگه شاه کوچیکتری تکونی بخوره اخوانی ها را به جونش بندازن. همین بلا را سر شاه ایران داره. اخوانی ها تمام اینها دست انگلیسی ها هست. شاه هم خوبی نمیدونست، میدونست که بلوای 42 به اصطلاح پشتش انگلیسی ها هستن، بیانم کرده. به اصطلاح تیمای ترور کننده را تامن تو دستشون دارن، هر وقت شاه میخواست چیز بکنه یه برنامه ترور براش درست میکردن. این رو تو وحشت حراس دائمی که از چارچوب تعیین شده خارج نشه. و همین دلیل هم است که اسلامگرایان ضد ناسیونالیست، این دو این شمشیر دموکراسی است که دست انگلیسی هست که برای برسلا کنترل خاندان های حکومتگر به کار میگیره. و بعد از اون هم میبینیم که به اصطلاح دو نفر هست که اخوان المسلمین رو در مصر و فلسطین پیش میبرن و اینجا حسن البنا هست که پیش میبره به اصطلاح در مصر و حاج امین الحسینی
فتنه‌جوی یهودی ستیز نازیگرا به اصطلاح که بعد از اینکه با هیتلر ملاقات کرد و این جنبش رو در منطقه به نفع هیتلر میخواست پیش ببره، انگلیسی ها رو خریدن و به مامور انگلیس تبدیل شد و بعد از جنگ به خصوص قصران البلا و حاج امین هر دو مسئول گسترش جهانی موج اسلام سیاسی در منطقه شدن با حمایت کامل انگلیس، منابع مالی انگلیس و همینطور سیستم های امنیتی MI6 که اینا رو کاملا پوشش میداد، حمایت میکرد و امنیت اینا رو تامین میکرد و راست آینی ارتودکس افراطی وهابی رو بینه پان اسلامیسم سید جمال پیوند زدن و پدیده های رادیکالتر رو چیز به وجود آوردن. در صورت من وقتی که ریشه های این مطلب رو دنبال میکنم میبینم که تمام این چیزی که بعدها رایج شد از طریق اخوانی ها هست و خمینی تحت تاثیر اخوانی ها بود، اگر خودش هم با اینها رابطه نداشته باشه، ولی اولین بار هست که حسن البنا هست که سه اصل میاره به جان اسلام و همین آغاز جنبش های اسلام میگه قرآن قانون اساسی ماست، حکومت بر پایه شورا اداره میشه، حکم اجرایی بر اساس تعالیم اسلام و خواست مردم عمل میشه. این سه اصل طلاییه که بعدها همین سه اصل در دست مدودی در پاکستان، جنبش اسلامی پاکستان و مسئله کشمیر رو به وجود میارن و اونجا تبدیل میشه به یک ابزاری برای تهاجم به هندوها و حکومت هندوستان و در جاهای دیگه هم همینجور حسنان بلا به اصطلاح اسلام سیستمی و یا اسلام آینی و این رو میگفت یک باور جهانی تبدیل باید بشه و 1932 حسن البنا به قاهره رفت، اخوان المسلمین در این شهر رو بنیاد گذاشت و در 20 سال آینده تا سال 52 جمعیت اخوان المسلمین نماد راست سیاسی در مصر متحد و جناح به اصطلاح تا اونجا که تعارض نبود عمل میکردن با ناسیونالیست‌ها و تا اونجا که منافع انگلیس عمل کنه. وقتی که اونها چیز کردن، دستور دادن ترور ناصر رو در دستور کار قرار دادن که با سرکوب ناصر روبرو شد و اینها روانه عربستان و کشورهای حوزه خلیج شدن که بعد شبکه جهانی خودشون رو گسترش دادن و بعد چگونه پیوند خوردن در زمان سید رمضان با CIA و آمریکایی از سال در دوران آیزنهاور کار صورت گرفت و رفت. حالا با توجه به این ما به اصطلاح پیش گفته ها این نیست که یه شبه اینا آمدن انقلاب کردن، مردم شورش کردن، اون اگر توی اون اداره این حرف رو نمی زد این اتفاق نمی افتاد، اگر اون نامه نوشته نمی شد این صورت نمی گرفت. این شبکه جهانی را افتاده، پشتش هم دو قدرت انگلیس و آمریکا هست، منافعشون رو در یه زمان معینی از طریق حکومت های خاندانی به اصطلاح تامین می کردن. وقتی رسیدن الان به صورت اسلامی منافعشون بهتر تامین میشه و در راستای منافع جهانیشون این حرکت رو سازمان دادن. بله ممنون آقای رئیسی، ولی یه وقتمون محدوده، من فقط یه نکته رو بگم، این بحث رو بذاریم هفته آینده ادامه بدیم چون خیلی مهمه. همونطور که در مقدمه هم گفتم همه فرمایشات شما رو به جان میخرم، اما باورم بر اینه که مثل سایر نقاط دنیا یه جایی یه وقتی یه آدمی میتونه، یعنی اگر یک سازمانی شکل بگیره که نهاد مردمی باشه، در حقیقت پایش اونجا از مردم باشه، به قول این فرنگی ها گراسروت باشه، از پایین بجوشه و یه ارتباط ارگانیک برقرار کنه با فعالینی که در خارج کشور هستن، به طور قطع و یقین این معادله رو میتونه تغییر بده. یعنی بالاخره اونا هم معامله گرن، حاضرن معامله کنن، اگر شرایط تغییر کنه اونا هم دست رد نمیزنن. بنابراین همه هدف باید در ایجاد یه چنین سازمانی باشه به نظر من، وگرنه همجوری خودش در این شرایط که میبینی تعفنش همه جا رو برداشته، منطقه رو هم گرفته
بازم دعوت میکنم از دوستان که این مصاحبه آقای حاسد جوادی رو یه بار دیگه گوش بدید، با جان، با گوش جان بشنوید، ببینید که اون پیرمرد در سن 90 و چند سالگی چه تحلیل دقیق اشاره میکنه. آقا به هر حال شرمنده که وقت به ما فرجه بیشتر نمیده، دلم میخواد که هفته آینده این بحث رو با هم ادامه بدیم. به هر حال ممنونم آقا از شما. خواهش میکنم. نه فقط در پایان الان بفرمایید. مسئله توافق نامه نزدیک شدن ایران با ترکیه با قطر، اینها در چارچوب همین تفکر اخوانی در صورت میگیره. خب اینجا اخوانی ها در مقابل وهابی ها ایستادن. خیلی از حوادث منطقه این شکل معنا پیدا میکنن. و در صورت خود انگلیسی ها تمام مثل سیستم مالی دوبه ای که میگن امارات همه دست انگلیسی هست، پیوندشون با حوزه یورو هست دیگه. و اولین یا بالاترین سطح تجارت امارات با ایرانه، یعنی نه آلمان، نه چین، نه روسیه، نه فلان، امارات. اونجا حوزه انگلیسه. تمام این جاسوس های همین دوری و موری اینا رو که گرفتن همه بزرگترین چیزهاشون توی دوبه هست، یعنی ولی که همین دعوای قطر و عربستان دعوای اخوانی وهابیه، هیچ دعوای دیگه ای نیست. و اونا اصرار میکنن که برگردیم عربیت رو ملاک قرار بدیم. اون مفتی های وهابی عربستان حاضر به چنین کاری نیستن. بنابراین این داستانی که این آقای شیخ محمد سلمان را انداخته که بگیره و ببنده و فلان، امیدواری موفق بشه، ولی فکر نمی کنم با وجود اون همه آخوند وهابی و این 40 سال تقویتشون موفق بشه. یه بچه هست به نظر من، هر که همین بازی که روی حریری در آورد خیلی بچه کنه بود. اصلا بهشون به اصطلاح حریری در خارج از لبنان چند میلیارد دارایی داشته که نتیجهش نتیجه شرکت سعودی اوجیه، سعودی اوجیه بوده از زمان پدرش شرکت، چون یکی از مقاطع کاران تید پدرش. بله بزرگ سرمایه داره در لبنان دیگه. به حال آقا ممنونم، اجازه بده هفته آینده بحثا رو دنبال بکنیم. سپاسگزارم از شما، متشکرم. به حال برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهترین دارم تا فرصتی دیگر و گفتگوی دیگر. متشکرم آقا از شما، ممنون. خب دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای رئیسی رو. امیدوارم این صحبت ها کمک کنه به ما روشن بشویم و گره کار رو پیدا بکنیم، ببینیم که در کجا قرار گرفتیم. همه موزل در این روشن شدن این گره است، یعنی گره رو پیدا بکنی باز کردنش سهل است، مهم اینه که مشکل رو پیدا بکنی. به حال از اینکه این برنامه رو دنبال کردی از شما نهایت سپاس رو دارم. خواهش میکنم مهر کنید سایت میهن تیوی رو به دوستانتون معرفی کنید، نه اینکه یوتیوبشو، نه اینکه تلویزیونشو، اساس سایت رو معرفی کنید. برای اینکه من فکر میکنم سایت استخونداریست و این بخش مقالات، یادداشت‌های روزانه، اینا کمک میکنه به ما. او خودش یه مجموعه بزرگه، هر کدوم از اون مقالات فهم میکنم ارزش یه برنامه، اینکه بری وقت طرف کنی و بشینی یه برنامه رو گوش بدی اگر اونو بخونی بیشتر کمک میکنه. از همه همدلی و همراهیت سپاسگزارم. ماه به پایان رسید، ما همین ماه و ماه گذشته نتونستیم از کمک های مالی شما بهرمند بشیم. امیدواریم که در این چند روزه بتونید جبران مافات بکنید. از همه همراهیت ممنون و سپاسگزارم. درنگی میکنیم و در خدمت شما خوبان نازنینان خواهیم بود. همراه ما باشید. ممنونم از شما.